ورژن با جزئیات تر این ولاگو میتونید الان مشاهده کنید. بریم کاخ سعدآباد که بهترین قسمت تجربه. بلیط خریدنش خیلی لاکچری بود و قیمتاش تازه فیلمبرداری ممنوع بود، ولی من امیر دایوسی نمای ساختموناش سلطنتی و پهلوی لباسا مثل تو فیلم‌ها بود، ولی ورژن پوشیده تر. تمام لباسا بر اساس قومیت‌های ایران طراحی شده بود. از لاپای این چکمه‌ها گذشتیم که گیر کردن. قسمت نقاشی هم باید پشت این خط قرمزا میموندی و جلوتر می‌رفتی بوق می‌زد. نقاشا حکم بلاگر رو داشتن و موقع اینم پفک و ناصر و قیصر. این قطعاً جد خروس منه. سوراخم برای اینکه زاویه دوربین قشنگتر شه. فلافلزای عزیز ریا نباشه اینجا خونمونه و اینا مهمونامونه. اینجا هم اتاق خوابمه، اونم ببرمه که زمینو بغل کرده. اینجا هم با بچه‌ها پی اس می‌زنیم. اینجا رامو ندادن چون بلیتو گم کردم، منم فاز شاهزاده بودم برداشتم. جایا کریم و گنجش مرغ مینا بود که رفیقم سعی کرد یکی بگیره. یه باش از لبای این درخته کردم که ریشش ریشه بود. قسمت مورد علاقه پسرا اینجا بود که پراید بعد زمین تیم می‌کشید. آقا ما منتظر بودیم عموی محمد که این پسر است که یه پسر آرایشگر خیلی حرفه‌ای و باحاله بیاد و جاده هم به شدت سگی شلوغ بود، یعنی تا خود بالا یعنی مسیر نیم سطحی که می‌رفتیم همدان رو دیگه یک سطح کردیم و تو چوس مسخال جا جمع شده بودیم و من جام راحت بود و دراز کشیدم و پام رو به جاده بعد 4 ساعت خدایی هر کسی باشه خسته میشه. جاده ساوه کلا تصادف شده بود، اینجا هم پشت سر هم زده بودن در کونه هم دیگه و پژویی فکر کنم مقصر بشه. ببین میگم خیلی جاده شلوغ بود، تا حالا اون جاده رو انقدر شلوغ ندیده بودم، یعنی همه جا تصادف شده بود. یه جا اصلا اینجا مخصوصا پلیس خودش رفته بود تو دره. چرا باید پلیس بره تو دره تصادف کنه؟ همش کنار جاده پیادهمون کرد و چشم محمد خورد به یه چیزی و کلی پول پیدا کردیم، نزدیک 4 میلیون پول پیدا کردیم. رفتیم خانه خالش خوابیدیم و صبح ساعت 8 صبح پا شدیم و سوار اسنپ شدیم که بریم پادگانی که من توش سربازی کردم. ببین من از اینجا متنفرم، من از اینجا متنفرم. حرف بزنید چی شد؟ 4 ساعت منتظر موندیم و تهش گفتم برین چون کارتون انجام نمیدن. من از یه متنفرم. یه مسیر طولانی رو طی کردیم و رفتیم مترو شاهد سوار شدیم که بریم میدون انقلاب. تو بچگی عمل قلب باز داشته و اینجا رفتیم که یه چکاپ بشم، ولی اینجا هم دکتره چنان ناز میکرد انگار چی کار است. بابا کار ما رو راه بنداز جان نام. کارمون اوکی نشد و سوار آسانسور شدیم و دیدیم اسمش کونه. رفتیم بازار مولوی که همه قیمتاش پایین بود، اصلا یه چیز خیلی خوبی بود ولی خیلی خرتو خر بود. اجرای رفتم به خاطر خستگی با اون همه بار کنار مترو نشستم، عین این آوارا هر کی رد میشد میخواست پول بده ولی من نمیگرفتم. خدای بلگیری درآمد نداره، اگه اینجا باشم قشنگ ماهی 10 میلیون. من تعریف کاخ سعدآباد شنیده بودم و با ون از مترو تجریش رفتیم کاخ سعدآباد. سلام بچه‌ها چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو یوتیوب. ما اومدیم کاخ سعدآباد با همراه چیز محمد از زیور آرشگر کاکریزی و قرار حالا بریم جای دیدنی شو بهتون نشون بدم. خب سکوت کنید، یه توضیح فلسفی بدم. این مکان زیر دربند قرار داره، یعنی این رودخانه دربنده و خیلی جای قشنگی و فکر کنم زمان قاجار ساخته شده باشه، رنج زمان رضا شاه میشه 50 سال پیش. به خاطر همین درختش اینقدر بزرگه. بلیط اینجا، این خونه خیلی قشنگ، سلاحای درباره. ببینید درختاش همه مال زمان شاهه، به خاطر همین خیلی بلندن. کالرگازی داشتن زمان شاه. صفحه گوشیم شکسته، اگه میبینید یه چیز نور پر داره به خاطر اینکه صفحه گوشیم شکسته. سر همونه دینگ دینگ این دینگا داره. اینجا یارو بد اخلاقا گفت حق نداری فیلم بگیری. برا خب بریم عظمت زمان شاه رو ببینیم. بچه کلی کلت و تفنگ اونجا بود که مال زمان رضا شاه بود. از اینا فکر کنم دیده باشی توی فیلم هست بچه دوشگاه. رضا شاه تو زمان پادشاهیش خیلی آدم ارتشی و جنگی بود و سربازی کار اونه. سلام سنایپر. این تفنگم مخصوص از خود عربستان برای پادشاه ایران فرستاده بودن و اون موقع خاک زیر پامون بودن. اون چرا لولهش اونجوری شده؟ ولی عکسش به طرز عجیب غریبی با کیفیت بود. فکر کنم با رمینی کیفیتشو بیشتر کرده بودن. ولی این تیپایی که اون موقع میزدن الانم دخترا میزنن به عنوان کارگو، نمیدونم چیز نیست. بچه چه حیات قشنگی، زیبا، آراسته. چیزی که هم تو معماریش بود هم تو حیاتش بود شیر بود که یکی نمادای پهلویه. و جای کلاغ و یاکنی ما مرغ مینا میدیدیم اونجا. موزه پوشاک سلطنتی. من به شخصه این قسمت رو خیلی بیشتر از جاهای دیگه دوست داشتم. اینجا ورودیش نگهبان داشت که گفتم فیلم نگی لو. اینا لباسایی بودن که خدمه و درباریان فکر کنم استفاده میکردن. جز اون چادره که مربوط به زمان رضا شاه بود و قرار بود چادر رو از سرشون بکشن. واقعا زمان سمی. مخصوصا این جوراب شلواریا که خیلی باحال بودن. به خاطر اینکه همه جا یه نگهبان حضور داشت نمیتونستم براتون حرف بزنم. اینم یکی از شاهزاداست که خیلی اخمالی و بد اخلاق بود. لباسای سیستانی الان مد شدن به عنوان مانتو طراحیشون میکنن و خیلی قشنگن. یه زمانی از این پلاش شاه بالا میرفت، الان تو پلی بالا میری.
چه حسی داره؟ هیچ حسی. از اینجا من میخوام برم یوری. بچه از این کمده دقیقا تو جهیزه مامانم بود، البته یکم کنه‌تر و قرزاتر، این زیادی سلطنتی. ما اول از همه توجهمون به آینه جلب شد و بعد یکم دقت کردم دیدم واو چه لباسای قشنگی. این لباسا رو الان تو عروسی‌ها می‌پوشن و یه لباسای پوشیده خیلی قشنگی بودن که من خیلی این سبک رو دوست داشتم. این لباسا برای افتتاحیه و مراسمات پوشیده می‌شدن. ولی از بین همه اینا لباس فرح که این وسط بود از همه قشنگ‌تر و سلطنتی‌تر بود و مثل ملکه‌های تو فیلم‌ها. دقیقاً همون لباسایی که تو عکس‌ها بود و توی حضوری هم میتونستی ببینی و این خیلی برام جالب بود. ولی لباساشون چقدر منظم و مرتب و با وقار بود. اینم دقیقا همون لباس هست که تو عکس. رفیقم که آرایشگر چشش فقط به اون آینه بزرگه بود که میخواست بذاره تو آرایشگاه. بچه ها موزه چیزم رفتیم، لباس و اینا هم رفتیم، حالا بریم بعدی نمیدونم کجاست، همینجور میریم تا ببینیم. اینجا موزه ظروف سنتیه. چرا من سلطنتی میگم سنتی؟ بچه ها همه رو داشتیم جز یه دونه. چرا خصوص حوزه همونون چهار تومن بود دیگه. اینو من یادم رفته بگیرم، البته حس میکنم چیز خیلی خوبی بود توش. بعدی آشپزخونه مونده، اتومبیل مونده، کاخ ملت مونده. علی تازه دو تا رفتیم. محوطه اینجا اینقدر قشنگ بود که گفتم قطعا دیگه اینجا خونه شاهه، ولی ان شدم و اینجا موزه استاد فرشیان بود که اصلا نمیدونستم کیه و چی کاره است. اینقدر قشنگ بود. اینم یه جورایی یه محفل بود ولی من فکرم به جاهای دیگه برمیگشت و اتفاقا دو نفر بودن که حس کردم اونا اون زمان گی بودن. یه پیام دارم برای استاد فرشیان عزیز، واقعا چه حوصله‌ای داشتی، اینا رو انقدر با جزئیات و دقیق و زیبا کشیدی، واقعا دمت گرم. اگه انیمه شیطانکش قصد آخر دیده باشید، من منتظر بودم از تو این یه هیولای بیاد بیرون. هرچی بیشتر به این نقاشی دقت کنی چیزای مختلف بیشتری می‌بینی. من یه سیمرغ دیدم و یه شیر دیدم و یه دیو سفید دیدم و یه اژدها. خود حاج رستم هم صد بود دیگه، یعنی شما منم نمیبینی. این نقاشی هم بدجور توجه هم رو جلب کرد و یه جورایی حکم بلاگیرها رو اون زمان داشتن و یه نقاشی دیجیتالی کشیده بودن که انگار مثلا سبودی بود، یعنی تو نگاه میکردی انگار ابراش شکون میخوردن و با خیلی جزئیات کشیده. این نقاشی ها کلی مفهوم داشتن ولی خب من درک نمیکردم مفهومشون چیه، ولی کلی سگ و مثلا چیز میز یهو شده بودن یه آدم و خیلی به نظرم جالب بود، منی که اصلا به نقاشی هنر علاقه نداشتم. قربون شدن اسماعیل. فرشته میاد، فرشته چه دافی بوده خلاص. ناصر ناصر بچه ها چه خفنه، کل حیوان رو جمع کرده فکر کنم، ماهی، کوسه، ای خلوس 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 اردک میخوام اردک. چرا همه پرنده هست؟ آه سیموق بوغنمون هم هست، اردک هم هست، اردک. خب بچه این برام رفتیم موزه فرشیان، انتظار چیز بد داشتم ولی خیلی خوب بود نقاشیاش. رفتیم آشپزخانه سلطنتی که خیلی چیزا ممنوع بود، دست زدن، کار کردن با گوشی، سیگار کشیدن، نداشتن حجاب، کلا خیلی سخیر بودن ولی آنچنان چیزا خاصی هم واقعا اصلا به درد نمیخورد. چرخ گوش بود، آب بگیری بود و یخچال و لباسی و اینا بودن، ولی ورژن قدیمیش که حجمشو خیلی فکر کنم این قسمت ناهارخوری مخصوص شاه بود که توش تلویزیون هم داشت، اونم دو تا تلویزیون بزرگ. ولی اگه یه دونه مرغ مینا میگرفتیم خرج سفرمون در نمیومد. بچا اینجا خونه اصلی شاه بود که اسمش کاخ سفید بود و اینم آرش کمانگیر روبروی همین خونه و یکی از شما من اینجا شناخت و عکس انداختیم، ولی خب من دیگه فیلم نگرفتم چون مامان مادرش بود. آینه بازم آینه. بچه سلام چطوری؟ خوبه؟ اینجا میشناسن؟ مینشست می می اسد بالا پیانو ها؟ آره چقدر بزرگه. یاجی دوربین تو بگیر تو دایره. ای راست میگه پشما، این سوراخه از اینجا از اینجا هم یه اتاق بود که فقط مخصوص بازی خود شاه بود و کارهای شرط‌بندی و اینا، ولی به نظرم خیلی باحال بود و جای PS4 و PS5 خالیه. اینم مجسمه رضا شاه بوده که زدن قطعش کردن زمان انقلاب و الان فقط پاهاش و چکمه‌هاش مونده. یه نکته جالب این که کاخ ریاست جمهوری و کلن خونه سیاستمدارم همین اطرافه و اطراف سعدآباد. اینم منم که دارم یک یکی پله‌های ترقی رو طی می‌کنم و برای ولاگ اینستام زحمت می‌کشم که قشنگ اینجا خواستم مثل پادشاه و پرنسسا بیام پایین
این و یه احترام نظامی آریایی و رژه. اینم همونی بود که توی ولگ اینستا ازش لب گرفتم و لباش مزه چوب میداد. قدش هم قد زنه تا اینا دستش هم بردن. من یه چیزی رو فهمیدم، هنر واقعا حوصله میخواد و اینکه بتونی این همه زمان بذاری یه چیز خلق کنی خودش اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبه. Oh my god, what is this? What is this? I can't speak English very well. ماشینا رو نگاه کنید، چه چیزیه این؟ چه چیزیه لامصب؟ بنز از اینا قایق موتوری. چون وخیمه باید سریع بهتون بگم. ببینید، ای کادرسکی کن. چرا حس کردم به زور میخوان ازش عکس بگیرن؟ اشما چقدر قشنگه. بنز خدایی چقدر گندن. ای روشن کن بریم یه دونه اینا ببین برق میزنه لامصب چقدر گندن. اوهنی اینا مال چیز زمانش را از اون موتور رو داشته. نگاه کنید اون موتوره رو، الان همون موتوره اینجاست. چقدر خوب بوده، چقدر خوشبخت بودن، دلم خواست. چقدر همه چیشون قشنگ. موتورها تو سنای مختلف ماشینه. ببین البته زیبا نیم اون ماشینه شاهنشاهیه دیگه. سر همون بزرگ بودن یا مثلا اونو نگاه کن، از مستقیم از خارج آوردن یا نه. موتور کوچولو موتور نیا. خبر بد نه، خبر بد نیست. سر بالایی رو بپریم بالا. نگو کن خبر بد دوم این که گوشیم 4% رو داره فکر کنم. آره خدا سر بنده رو ببینی. ببینید حال میکنید، حال میکنید داداش یوتیوبرتون چه جایی میبردتون ها. حال میکنید با من رفیقی ها.